حالان توفیقی، تحلیلگر سیاسی مهمان ما هستن. وقتتون بخیر آقای توفیقی. میبینیم که کنشگران، فعالان، جوانان محلات در 24 شهر فراخوان دادن که همه مردم دست به اعتراض بزنن تا اون فشار رو از مهابات کم بکنن. چقدر میتونه کمک بکنه به مردم مناطق کردنشین؟ فوق‌العاده مهم هستش. ببینید، از ابتدای این خیزش انقلابی که ما الان وارد سومین ماه شدیم، خب البته در سراسر کشور حرکت‌ها، اعتراضات و تظاهرات‌های خیابانی فراوانی وجود داشته، اما میشه گفت در چند نقطه ایران مثل سیستان و بلوچستان و از جمله در کردستان این مقاومت میشه گفت 24 ساعته 7 روز هفته و تمام این دو ماه بوده. یعنی مردم از اونجایی که مقاومت بخشی از زندگیشون هست، در تمام این روزها سعی کردند اون اهداف و اون برنامه‌هایی که از ابتدای این خیزش انقلابی مطرح شد و در شعار ژنجیان آزادی خلاصه شد رو پیگیری بکنن. الان نیاز مبرم و فوری وجود داره، با توجه به اینکه از دیشب اخبار فراوانی وجود داره که سپاه تروریستی به سمت مهاباد و بسیاری دیگر از شهرهای استان کردستان حرکت کردند و از اونجایی که سابقه وجود داره که در این شهرها و عملا هم ثابت شده که نوع برخورد رژیم کاملا متفاوته و میتونه یک حمام خون به راه بندازه، الان اون زمانی هستش که واقعا مردم در تمام شهرهای ایران به خیابانها بیان و با اعلام حمایت خودشون از مهاباد، علاوه بر این که خب در مقابل جمهوری اسلامی میایستند، عملا فشار بر روی اون شهرها و کل استان کردستان و شهرهایی که در اونها کردها هستن رو کاهش خواهند داد و به این ترتیب میشه گفت که در واقع همبستگی بروز جدیدی پیدا خواهد کرد و این انقلاب با در واقع خروش بیشتری این مسیر خودش رو ادامه خواهد داد. بلافاصله بعد از صحبت‌های خامنه‌ای که توهین بسیار زیادی به معترضان کرد و ابراز عجز از سرکوب اعتراضات، این خیلی نکته مهمی بود، در این حال به نوعی دستور تشدید سرکوب رو داد و میبینیم که از مهاباد شروع کردن، شهرهای کردنشین شروع کردن، شهری در استان آذربایجان غربی. این چه چیزی رو نشون میده؟ اشاره کردین که در واقع اونها مقاومت رو زندگی کردن، ولی در واقع این شدت، این نحوه برخورد که باز هم پرداختیم بهش، که اصلا یه سطح متفاوتی از خشونته. ببینید، خامنه‌ای در طول این دو ماه بیشتر از 3 بار سخنرانی کرده و در هر کدام از اینها روز به روز ضعف و اون حقارت خودش رو بیشتر به نمایش گذاشته. اول که اصلا نمیپذیرفت اتفاقی در ایران افتاده، بعد گفت یک اختشاشاتی به راه افتاده که جمعش کردن، این اصلا عبارتش بود، و الان میگه که به اون وقاحت خودش شرارتهایی در جریان هست که جمع خواهد شد. ببینید، اونها و کل جمهوری اسلامی قادر به اصطلاح اون چیزی که خودشون میگن جمع کردن نیستن، چون این یک اختشاش یا یک شرارت نیست، یک انقلابه. بنابراین برای اینکه اینا نشستن با اون در واقع اتاقهای فکر خودشون به این نتیجه رسیدن که اگر یک ضربه شستی به مردم در سایر نقاط ایران نشان بدن، مثلا در کردستان، چون خدمتتون هم عرض کردم این وقاحت، شرارت و وحشیگری که در جمهوری اسلامی قبلا هم دیدیم باز میتونه بروز پیدا بکنه در جایی مثل کردستان، میخوان از طریق فشار سنگین به کردستان، به راه انداختن حمام خون و سرکوب اعتراضات در اونجا ضرب شست نشان بدن به سایر کشور. اما من فکر میکنم این در واقع نقشه هم باز این تیرشون به سنگ خواهد خورد، به خاطر اینکه همبستگی ملت ایران مانع از اون خواهد شد که این سرکوب در مهاباد به نتیجه برسه. بار با همیشه متفاوت. ممنون از شما.